سلام بچه، چطورین؟ امروز دوشنبه است و پنجشنبه عروسی داداشم بود. میبینید دیگه اتاقم ترکیده، البته روی زمین مشخص نیست. الان بهتون نشون میدم اتاقم در چه وضعیتیه. و این چند روزه چون که همش مهمون داشتیم، بعدی هر جا میرفتم لباسمو همجوری مینداختم وسط، خسته بودم، حوصله کار کردن اینا نداشتم. ولی الان تصمیم دارم که هم اتاقم رو جمع کنم، چون که مثل که فردا یا پس فردا ماه رمضونم هست، میخوام هم اتاقم رو جمع کنم هم یه تغییر دکوراسیونی به اتاقم بدم. گفتم که یه ویدیو واسه شما بگیرم و بهتون نشون بدم که روز بعد، چند روز بعد عروسی وضعیت من چجوریه، یعنی وضعیت اتاقم چجوریه. امروز لباسای عروسی رو شستم، اونایی که پوشیده بودم شستم، گذاشتم که خشک شن. کفشم هم شستم. دیگه همه مونده جمع کردن اتاق و تغییر دکوراسیون. این از وضعیت اتاقم. اینجا رو شما نمیدیدید، همه جا کلن دیگه به هم ریخت است. بریم اینا رو جمع کنیم و تغییر دکوراسیون بدیم. بچه ها وسایلای تو اتاق رو جمع کردم تقریبا. میخوام الان میدارایش رو جمع کنم. امشب هم واسه شام مهمون داریم. اینو یادم رفت بهتون بگم، الانم خیلی دیره، سرگرم گوشی بودم، اکسپلور گردی و اینا، خلاص خیلی دیره. بعد بازتون سری کارامو انجام بدم. میخوام اینجا رو جمع کنم، گفتم که یه چیزی بهتون بگم. من خب خیلی وقت اتاقم به هم ریخته نشده به این صورت، چون که کتاب عادت‌های اتمی نمیدونم کدومتون خوندین، ولی راجع به این حرف میزنن که مثلا یه سری عادت‌ها هستن، شاید خیلی کوچولو باشن ولی نتیجه های بزرگی به ما میدن. مثلا یه مثالی که زده بود چیز بود، تمیز کردن اتاق بود. مثلا گفته بود که شما وقتی هر روز از بیرون مثلا میایید لباساتون رو پرت میکنید وسط اتاق، خیلی زمان میبره تا اتاق رو تمیز کنید. راستم میگه. خب هم ریختن اتاق چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، ولی جمع کردنش کلی طول میکشه. خلاصه آها، راستی خانم این روزلب رو از آلمان مثلا آورده، خیلی قشنگ، گفتم اینم بهتون بگم. خلاصه گفته بود که یه سری عادت ها هستن که مثلا شاید کوچولو باشن ولی نتیجه های بزرگ و خوبی دارن واسمون. یکیش که مثال زده بود همین اتاق و اینا بود. گفته بود که وقتی از بیرون میاین، به جای اینکه لباساتون رو پخش کنید تو اتاق، یه 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه جمع کنید. همون دقیقه که لباساتون رو در میارید بذارید تو کمد و مرتب بذارید سر جاش، 5 دقیقه طول نمیکشه. ولی در عوض یه همیشه اتاقتون مرتبه. من یه مدت این عادت رو تو خودم شکل دادم و واقعا اینجوری باور کنید مثلا تقریبا یه ماه و نیم 2 ماه میشه اصلا اتاقم به این صورت انقدر پخش و پلا اینا نشده. و خلاصه گفتم اینم بهتون بگم، شما اجرا کنید. از بیرون که میایید زود لباساتون رو بذارید تو کمد، اگرم حوصله نداشتید یه کوچولو استراحت کنید، بعدش حتما این کارو بکنید، چون که زود اتاقتون جمع میشه. و اینم بهتون بگم، کتاب عادت‌های اتمی خیلی کتاب جالبیه و به نظرم حتما هممون باید یه بار بخونیمش. بچه این وسط جمع شد، میخوام تختم رو ببرم اونجا. اون قسمت چون پریز نداشت قبلنا، تختم رو نمی بردم اینجا، از اینجا منو ببینید، تختم رو نمی بردم اونجا. یه بار این کار کردم که زودی خوب دکوراسیون رو عوض کردم، ولی الان یه دونه از اینا گرفتم، یعنی داشتیم، آوردم تو اتاقم که دیگه راحت هر جا دوست داشتم تختم رو بذارم. آره خلاصه میخوام تختم رو بذارم اینجا، ولی نمیدونم اینا رو میخوام بذارم کجا. آها، شاید اینا رو هم بذارم اینجا، این میز تحریرم هم بذارم اینجا. بریم که داشته باشیم. بچه تخت آوردم اونجا. اینم از مک خیلی هستم، اینم از میز تحریرم، اینم بردم اینجا واسه یکم بیام دورتر، اونم که ریختم پایین اینجوری. الان اونا رو میکنم، اون عکس و ریسه ها رو، اون میز تحریر رو میارم اینور، این دوتا ببینم جا میشه بغل هم بذارمشون اونجا یا نه.
این میز رو آوردم اینجا، این ستا هم تو این ردیف جا شدن، چمدونم هم اینجاست. خب بچه وایسین، از اینجا بهتون نشون بدم. اتاقم کم کم داره تموم میشه. اینا رو چیدم، ریسه ها رو بس کردم، اینا رو آوردم، رینگ لایت و پایم و اینا آوردم، کفشم که قبلا این گوشه بود گذاشتم اون گوشه، چمدونم گذاشتم اونجا. دیگه فقط مونده کوچولو تمیزکاری نهایی و جارو کشیدن که الان واسهتون میذارم اونم. خب بچه ها، اینم از وضعیت اتاقم، همه جا مرتب و تر و تمیز شده. همین دیگه، کارام تموم شد و میرم یه دوش بگیرم و بگیرم بخوابم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. کلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.